بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون نور، سلام بر شما. من محمد اسحاق حیدری عرب و جمعی از همکارانم با تقدیم نمودن یک دیگری از برنامه های امت در خدمت شما قرار داریم. موضوع بحث ما پیرامون تعاون و همکاری در فرهنگ اسلامی هست، همونطوری که الله متعال در قرآن کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کارهای نیک همدیگر را یاری رسانید، و اما در تجاوز و گناه دیگران را همراهی و همکاری نکنید. و در پیوند به این مسئله پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم همچنان مهربانی میکنند که امت همیشه در خیر هستند تا زمانی که اینها امر به معروف و نهی از منکر و همچنان به دیگران در کارهای خیر و نیکشان یاری میرساند، و دقیقاً که این رسالت امت هست. اما یکی تا چقدر ما این رسالتمان را ادا کردیم میانه، همین موضوع را با محترم عبدالله افضلی، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس مسائل جهان اسلام، به بحث و بررسی میگیریم. اما در نخست گزارش مختصری پیرامون همین موضوع آماده نشر است، با ما باشید. یکی از پدیده‌های اجتماعی که سابقه آن را میتوان به بلندای زیست اجتماعی انسان دانست، پدیده تعاون و همکاری است. انسان هیچگاه قادر نبوده و نیست که بتواند به صورت فردی و بدون همکاری دیگران به زندگی خود ادامه دهد. به همین لحاظ جامعه را تشکیل داده و با استفاده از اصل تعاون و همکاری بر رفع نیازهای خود پرداخته است. متفکران قدیم و جدید هم در تمدن شرق و هم در تمدن غرب به این نکته اذعان داشته و مطالب زیادی پیرامون آن گفتند. از جمله عبدالرحمن ابن خلدون، مشهور به ابن خلدون جامعه شناس اسلامی، در کتاب معروف خود مقدمه می نویسد: افراد یک جامعه با یک دیگر همدستی و تعاون می کنند تا بتوانند وسائل معاش خود را فراهم سازند. سعدی علیه الرحمن نیز می فرماید: خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. علاوه بر اینها، در آیات قرآن کریم و روایات زیادی در اسلام روی مسئله کمک به دیگران و تعاون و همکاری تأکید بسیاری شده است. بشر با استفاده از اصل تعاون و همکاری توانسته رفاه لازم را برای خود تأمین نماید. استحکام و پایداری جامعه سالم با کاهش دغدغه‌های کهنه نیازمندان میسر می شود، اعتبار می‌یابد و سلامت فکر و روان و آرامش و آسایش عمومی با مشارکت نیک‌اندیشان توانمند در مسیر یاری و کمک ضعیفان تحقق می‌یابد. این موقعیت در جامعه ما به لحاظ باورها، اعتقاد به وعده‌های الهی و همچنین فرهنگ مردم مداری و بخشندگی همواره فراروی افراد قرار دارد. احساس خوش آسایش و آرامش افراد نیازمند و خوشنودی باطنی افراد خیر وصف ناپذیر است. اصولاً هر عمل نیک در خور شأن انسانی روی نظر دیگران اثر می‌گذارد. کمک به هم نوعی مستمند در فرهنگ عمومی جامعه تأثیر مثبت دارد که در اسلام هم به این امر تأکید شده است. آنگاه که الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. یک دیگر را در نیکوکاری و تقوا کمک کنید، نه بر گناه و ستمکاری، و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است. مفهوم تعاون و همکاری متقابل و مشارکت و معاونت دو جانبه است، یعنی افراد جامعه در جهت آسایش و رفاه خود
ناچار به کمک به همدیگر هستند و این استعانت و امداد در جهت خیر و اصلاح حال همدیگر سعادت بشریت را تضمین می کند. تعاون انگیزه ای است که قادر است شخصی را تشویق نماید تا در فعالیت های روزمره اش خود را وقف خدمت به دیگران در جهت نیل به اهداف عالی الهی انسانی نماید. خیلی خوش آمدین به استودیو امت. سلامت باشین. تشکر. تشکر از شما همچنان. موضوع بحث ما چنانچه قبلا گفتیم پیرامون تعاون و همکاری در فرهنگ اسلامی هست. بدون شک وقتی که مراجعه میکنیم به قرآن، موضوع به صراحت بیان شده و آیه کریمی که در این مورد صراحت داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله تبارک و تعالی اینجا دستور میده که شما در کارهای نیک هم دیگر را همکاری کنید و در تجاوز و گناه دیگران را همکاری نکنید. و همچنین حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که امت همیشه در خیر هست تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر و همچنین به دیگران کمک میکند. دقیقا کمک و همکاری با توجه به آیات و احادیثی که در این مورد صراحت داره در اندیشه اسلامی چگونه تعریف شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلاة علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. با سلام و درود خدمت بینندگان محترم این برنامه و خدمت شما دوست گرامی. ببینید شما، اساس دین اسلام بر مبنای تعاون، همکاری و همیاری گذاشته شده است و جامعه انسانی هم به گونه شکل گرفته و به گونه هست که اگر تعاون و همکاری و دستگیری از همدیگر نباشد، جامعه نمیتواند دوام بیاورد و به حیاتشان ادامه بدهد. بله. بنابراین مسئله تعاون، مسئله همکاری و همیاری در یک جامعه، به خصوص جامعه اسلامی که در فرهنگ دینی ما تاکید زیادی روی آن شده، این ضامن بقا و دوام و حیات یک جامعه است. بله. و در نتیجه می توانیم بگوییم جامعه عزتمند است، جامعه آبرومند است، جامعه از یک اقتدار برخوردار می تواند باشد که در اون جامعه روحیه تعاون، روحیه همکاری و روحیه همیاری، روحیه رسیدگی به همدیگر در اون جامعه قوی تر باشد. چرا؟ به فرهنگ دینی وقتی ما مراجعه می کنیم، ما مسائل دستورات مالی را داریم یا وجایب مالی را داریم. مثلا در دین اسلام زکات گذاشته شده، صدقات گذاشته شده، فطره گذاشته شده، بنا به در بعضی مذاهب اسلامی چیزی به نام خمس مثلا مقرر شده. اینا همه و همه در راستای است که در یک جامعه اسلامی جامعه شکل بگیرد و به وجود بیاید که در او جامعه تفاوت طبقاتی زیادی منتفی شود و از بین برود و نوع همسانی و نوع همخوانی در جامعه وجود داشته باشد. طبیعتا جامعه ای که از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی، از نظر برخورداری از امتیازات اجتماعی و حتی حکومتی همسان و نزدیک هم باشد، اینجا در یک بخش احساس حقارت وجود شکل نمیگیرد و در بخش دیگر احساس غرور و تکبر شکل نمیگیرد. و لذاست که خوشبختانه در دین مقدس اسلام فلسفه این احکام فلسفه بسیار ارزشمندی هست و آیه ای که شما تلاوت فرمودین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر و التقوا، این آیه در محور و محاق این دستور قرار دارد و در جوانب مختلف این دستورات دینی دیگر داریم که به نحوی ای را تحت پوشش قرار می دهد و ای را تقویت می کند و زیر بازوی ای را می گیرد. بحث امر به معروف و نهی از منکر وقتی در اسلام
به عنوان اساسی ترین اصل اجتماعی مطرح است و اگر مبالغه نکنیم ستون فقرات یک جامعه اسلامی میتواند امر به معروف و نهی از منکر باشد، یکی از مصادیق عمده امر به معروف و نهی از منکر بحث تعاون، بحث همکاری، یا به عبارت دیگر یکی از مصادیق روشن خیر، ولتکن منکم امتو یدعون الی الخیر، یکی از مصادیق بارز خیر اینه مسئله تعاون و مسئله همکاری با همدیگر افضلش هست. با توجه به صحبت های شما که تکر اسلام بر این مسئله خیلی زیاد هست، جامعی که اساس اون جامعه بر تعاون و همکاری نباشد دقیقا یک جامعه سالم نمیتونیم بهش بگوییم، یا یک جامعه سالم و قانونمند نمیتونه که باشه. به هر حال وقتی که دین اسلام در مورد تعاون و همکاری تاکید میکنه، این تعاون و همکاری جدای از امر به معروف و نهی از منکر دیگر در کدام جنبه ها خلاصه میشه؟ ما دامنه یا گستره معنای تعاون بسیار وسیع است. در بخش های مختلف ما میتوانیم، به قول اون شاعر گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینشینی گناه هست، یا گفت چو استاده ی دستی افتاده گیر، اینا همه مصادیق چی هست؟ مصادیق تعاون هست. ولی در یک جامعه اسلامی ما در دو بخش بیشتر میتونیم تاکید بکنیم سر این مسئله تعاون. یکی این که ما به برادران دینی خود در جهت تقویه بنیه دینی و اعتقادی و توسعه باورهای دینی در جامعه و تلاش در راستای جامعه اسلامی ساختن کمک بکنیم، این امر بسیار مهمی هست. خب تبارز زیادتر این مسئله در این بوده که علما باید این کار را انجام بدهد و عالمان دین وظیفش این هست. بله عالمان دین به لحاظ این که یک مقدار آگاهی دینیشان نسبت به دیگه افراد جامعه بالاتر هست، میگه مسئولیتشان بیشتر است، ولی این مسئولیت متوجه آحاد جامعه اسلامی است. بخش دوم تعاونی که در اسلام مطرح است و اون بسیار بسیار مهم هست، مسئله اقتصادی و مالی است. گرفتن دست یک گرسنه و کمک کردن به یک فقیر، کمک کردن به یک مستمند و مقررات مالی که در دین اسلام وضع شده، همه و همه در راستای همین مسئله است با یک محاسبه دقیق. ببینید شما جامعه اسلامی رو تعریف بکنیم از نظر اقتصادی، یک جامعه اسلامی واقعی اون جامعه است که در اون جامعه طبقات اقتصادی ناروا وجود نداشته باشد. خب در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما داریم که گفتن اگر مردم امورات یا واجبات مالی خود را در اموالشان دقیقا رعایت بکند، فقیری در جامعه اسلامی پیدا نمی شود. دردمندانه باید ما بگوییم که امروز ما از او جامعه ایدئالی که رسول ما تعریف کرده بود بسیار ازش فاصله داریم. ببینین برادر بزرگوار، دور نرویم. ما میگیم اسلام عزیز جامعه ای را میخواه از نظر اقتصادی که در او توازن برقرار باشد، بین حاکم و بین رعیت تفاوتی وجود نداشته باشد. چرا پیامبر ما جلسه ایشان را همیشه مدور دایر میکنه؟ برای اینکه یک آن ناشناسی وقتی اینجا وارد شود احساس نکنه که اون آدم در صدر مقامش بالاتر از یکی رعیت هست، یکی امیر هست. امیر هست. بحث رعیت و امیر مطرح نباشد. بحث حاکمیت جالب است. در یکی از این کشورهای همسایه یک مسافرت زمستان داشتیم، رفتیم یک جمعی بودیم، اتفاقا جمع هم جمع علما بود، بیشتر از علمای اهل سنت بود و ما هم در خدمت از اینا بودیم. یک روز نماینده مجلس آمد اینجا یک صحبتی کرد، تو یک جلسه خودمانی بود، یک صحبت شد و جلسه که ختم شد امین نماینده مجلس به همون مهماندار گفت که شما لطفا زنگ بزنید یک تاکسی تلفنی بیای ما رو ببر. ما فکر میکنیم این جامعه یک مقدار به رنگ و بوی اسلامیش بیشتر هست، ولی در جامعه ما یک وکیل ما، یک وزیر ما وقتی از خانهشان حرکت میکنه، اگر نه دقیقه ها که گاهی ساعت ها چهار راه ها بسته است برای ازی که مردم هم گم در خب دور نرویم. میخواستم این را بگویم که در یک جامعه اسلامی اگر اصول و مقررات مالی در او رعایت شود و این روحیه تعاون به معنای واقعیشان تمثیل شود،
ما نه طبقاتی اجتماعی داریم، نه طبقاتی اقتصادی، نه ثروتمندی داریم که از سیری بترکد، نه فقیری داریم که از گرسنگی بمیرد. من نمیدونم ما در یک جامعه اسلامی هستیم چرا؟ چیزی که من خدا میدانه شرمنده شدم وقتی که مثلا گفتن که فلان مقام بریتانیا، گفتن ما برای بدخشان و برای ولسوالی ارگو نمیدونم 2 میلیون دلار اعتبار میدیم و اینجا کمک بکنیم. خب چیزی که در ذهن ما آمد این بود که جامعه ما کجا مرده است؟ ما یک جامعه اسلامی داریم، امروز در این جامعه اسلامی ثروتمندای زیادی داریم، ما تاجران زیادی داریم، ما افراد بیش از حد داریم که دستش به دهانش میرسد. اگر امی مردم، من یک زمانی نمیدونم در برنامه شما یا در برنامه تمدن گفتم یک محاسبه دقیق شما بکنین، مثلا اسلامی عزیز گفته شما در آخر ماه رمضان زکات فطر بدید، هر نفر اگر ما میگیم 100 افغانی زکات فطر باید بدهیم، تنها شهر کابل رو محاسبه بکنیم مثلا 5 میلیون جمعیت داره، این 5 میلیون رو ضرب 100 افغانی بکنین، چقدر پولی کلانی میشود و چقدر مشکلات یک جمعی کلانی را حل میکند. ما در بغل گوش ما خانه های ما 5 طبقه و 10 طبقه و از تمام امکانات برخوردار هستیم، ولی در بغل خانه ما زیر خیمه در چله زمستان هموطن ما، همکش ما، همدین ما زندگی میکنه. امروز برای ما رقتبار هست، برای ما دردآور است، مصیبت عظماست. مسئله ای که در ارگوی اتفاق افتاد و این حادثه، بله حادثه طبیعی بود، ما به رضای خدا راضی هستیم و تسلیم هستیم آنچه خدا. یک چیزی که من میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که این مصیبت به خانه خانه افغان هاست. بسیار خوب افضل صاحب، اما مردم به این کمتر رسیدگی کرد. ما ندیدیم یک تاجر استاد شده یک آماری بلندی داده باشد که ما این کار را برای مردم میکنیم. بیننده های عزیز، موضوع بحث ما پیرامون تعاون و همکاری در فرهنگ اسلامی هست. این بحث همچنان ادامه دارد، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه. مجدداً به ادامه برنامه خوش آمدید. موضوع بحث ما پیرامون تعاون و همکاری در فرهنگ اسلامی هست. محترم استاد عبدالله افضلی، نویسنده و پژوهشگر و همچنان کارشناس مسائل جهان اسلام با ما هستند. استاد باز هم سلام خدمت شما. خواهش. جناب استاد، حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است که در اون حدیث یا موضوع حدیث این طور است که مؤمنین مانند جسد واحد هستند، در کل همه مسلمان ها و همه مؤمنین مانند جسد واحد، هرگاه اگر دست شکایت بکند در این شکایت سر همچنان شریک هست، و اگر چشم شکایت میکند کدام مرضی برش پیش شده در این شکایت شریک است، و همینطور همه اعضای بدن را. اما به هر حال متاسفانه ما شما در مقطعی زمانی قرار داریم که در هر یکی از کشورهای جهان اسلام مشکلاتی خیلی زیادی وجود داره و مسلمانان همواره در برابر این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، و کشوری هم هست که عاری از مشکلات هست، اما در غم و رنج اون برادر مسلمانی که در یک کشور دیگه هست شریک نیست. اگر قرار بر این باشد که این گونه افکار ادامه پیدا بکند و اینها غم شریکی برادر مسلمانی خود نباشد، در مشکلات به اون یاری نرساند، بالاخره چی فاجعه و پیامدی این مسئله در کشور خود اون مسلمان ها خواهد داشت؟ همین حدیثی که شما فرمودین حتی دامنش را مولوی وسیع تر میکنه. شما ببینید رسولی اکرم صلی الله علیه و آله فرماید که مؤمن مثل جسد واحد هست، هر عضو به درد آید دیگه از اعضا متاثر می شود. مولوی میگه بنی آدم اعضای هم دیگرن، که در آفرینش یک گوهرن، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما از نظر انسانی، از نظر وجدانی و از نظر اسلامی در قبال همه انسان ها رسالت داریم. بله، در قبال جدای از مسلمان، جدای مسئله از مسلمان. فکر و تعلقات مذهبی و دینی اینا به جای خودش، در برابر هم نوع خود بحث انسان مطرح. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، بحث انسان مطرح. بس ما اگر ببینیم در یک گوشه ایتیوپی مردمی از گرسنگی میمیرد،
این وظیفه ماست، وظیفه ماست اگر توان داشته باشیم به کمک اونا بیشتابیم. بله. در گوشه دیگر دنیا همینطور، در گوشه دیگر آفریقا یا آسیا یا هر جای دیگر، از نظر اسلامی هر مسلمان در قبال انسان‌ها رسالت دارد. بله. وقتی دایرهش را ریزتر میکنیم، بعد در این دایره ریز بحث انما المؤمنون اخوه مطرح است. شما در عرف خود ما بیاین اخوه رو معنا کنین، برادر رو معنا کنین. من و تو برادر هستیم. برادری معنایش یک، اولین که برادر یک معناش اینه که از یک پدر و مادر به دنیا آمده. دو تا برادر سرمایهش تقسیم نیست، داراییشان مشترک است. سه، دو تا برادر در تمام غمها و مصیبتها و شادیهای همدیگر شریک هستند و کوشش میکنه شادیش را بیشتر بکند و غمش را کمتر بکند. و دین مقدس ما میفرماید که انما المؤمنون اخوه، قرآن کریم این مسئله را هم تصریح دارد، احادیث ما. و این اخوه معناش اینه که مؤمنین من اصبح ولم یهتم، یک رقم با دو سه عبارت این حدیث نقل شده. یک، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. اساس دین این صبح از خواب بلند میشه یک مرتبه چار دوبرتان را باید متوجه باشه، بکنی. بله. چک بکنی ببینین گرسنه هست، نیازمنده هست، مریضی هست، افتاده هست، باید دست اینها را بگیرید. پس بنابراین انما المؤمنون اخوه در دایره دین وقتی میآید، در دایره اسلام وقتی میآید، مسلمان ها رسالت و مسئولیتش اینه که باید این به درد همدیگر شریک باشد و مصیبت همدیگر را شریک شود و کم بکند. بله. خب اگر قرار بر این باشد، متوجه بله. سوال شما را اینالی جامعه ای اگر از این وجه به غفلت بکند و از این فرهنگ غفلت بکند، مصیبتی که ما امروز با او مواجه هستیم، کل جوامع اسلام این طور شده، مادی زده شده، غرب زده شده، از فرهنگ دینی یک مقدار فاصله گرفتیم، در همین رقم یک وضعیتی، شما من پیشنهاد میکنیم که زندگی اقتصادی و زندگی مالی و زندگی از نظر بخور نمیری اصحاب پیغمبر در صدر اسلام را در برنامه‌تون از علما بخواین تشریح بکنید چگونه. ما داریم چنین برنامه استاد. تأمل کوتاه سر امی نکته شما که چرا مردم علامت مادیات همه داشته های انسان ها را ازش گرفت، اونی که در مسئله معنویات فکر میکرد یا حداقل در مورد هم نوع خود یا برادر مسلمان خود فکر میکرد، حالا شما گفتین اینها غرب زده شد. عامل این که غرب زده شده چیه؟ آیا ما نتونستیم که موضوعات اصیل اسلامی را به اونها برسانیم یا سه تربیه بکنیم، یا اینکه عامل دیگری وجود داره؟ یک قسمت عوامل مختلف، بعدش میریم به موضوع اصلی خودمون. آره، عوامل مختلفی میتونه در اینجا دخیل باشد برای اینکه ما یک مقدار از فرهنگ دینی ما فاصله گرفتیم، با یک مقداری اون مسلمانی به معنای واقعی که مسلمان باشیم نیستیم. خب یک عامل بیرونی هست. عامل بیرونی به این معنا که خب دنیای امروزی ما که به تعبیر دهکده جهانی شده، به این ارتباطات، رسانه ها و امکانات صوتی تصویری که به هر حال دشمنان اسلام، دشمنان ملت اسلامی بسیار با سهولت میتونه تمام باورها و اعتقادات مسلمان را نشانه بگیره و هدف بگیره، چنانچه که این کار را کرده و این کارم جریان داره، و به عبارت دیگر این مسئله تاثیرگذاری و تبلیغ فرهنگیشان، این یک عامل هست که به هر حال خب این ناگزیری است، هم ناگزیری است، نه ما میتونیم جلوش را بگیریم، نمیتونیم جلوش را بگیریم، و هم نمیتونیم عرض کنم که از تاثیراتش منکر شویم. طبعا تاثیر خود داره این. بله. خب حالا تاثیر خود داره، پس ما چرا نمیتونیم که جلویش بگیریم؟ چرا نمیتونیم حداقل بدیلی برش داشته باشیم؟ اما از طرف دیگر ضعف ما در برخورد با این مسائل و نبود مدیریت سالم اسلامی در یک جامعه اسلامی در برابر این برنامه ها، این سبب شده که ما نتوانیم یک کاری مثبت را انجام بدیم و با این مقابله خوبی بکنیم. ببینید شما، ما امروز کاستی های زیادی داریم. جامعه خود ما رو بیان شما مطالعه بکنید،
جامعه خود ما به عنوان یک جامعه اسلامی، رسانه های ما به عنوان رسانه های یک کشور اسلامی، حاکمان ما به عنوان حاکمان یک کشور اسلامی دقیقا افتاده در همون خط و خطوط غربی ها و خط و خطوط مخالفین یا معاندین دین ما و آب با آسیا به اونها میرزنن. شما 90% رسانه های صوتی و تصویری رو در نظر بگیرین، این مسیر رو میره. حالا در قبال از این ما چند کار رو باید انجام بدیم و فکر میکنم که شاید کوتاهی شده باشد، اگر این کوتاهی جبران شود ما میتونیم به خوبی مقابله بکنیم. ما وقتی با اطمینان میگیم ما میتونیم مقابله بکنیم، به خاطر این هست که ما برخوردار از یک فرهنگ غنی دینی هستیم که میتوانیم پاسخگو برای تمام دنیا باشیم. بسیار خب. خب در جناب... نتیجه میخواییم بگیم علمای ما در اینجا اگر رسالتشان را خوب انجام میداد و در آینده خوب انجام بده و مسائل دینا را ترویج بکنه به معنای واقعیشان، ما میتونیم با این جریان ها مقابله بکنیم. رسانه های ما اگر به رسالت اسلامیشان آگاه شوند و مسئولانه برخورد بکنه، ما در آینده مشکل نمیتونیم داشته باشیم. متولیان امور دینی در کل و متولیان امور مذهبی در جامعه اسلامی و برای مساجد نقش اولیشان را برگردانیم، برای مساجد محوریت بدیم، مساجد را یک بار دیگر مطرح بکنیم، مساجد را پرجنب بکنیم. به هر حال از اگر ما بتونیم این مسیرها را برویم، ما میتونیم مقابله بکنیم. چون یک بخش عمده ای که میخواستیم بگیم عامل داخلی برای از این کارا جهالت مردم هست، بی‌سوادی مردم هست و عدم شناخت مردم، شناخت واقعی ما. خب برادر قبول بکنیم، نمیدونم وقتی برنامه گرفتنش، قبول بکنیم که بر دین آبای خود هستیم، بر دین آبای خود هستیم. اکثریت مردم با شناخت، با تحلیل، با تبیین، با استدلال خب مسلمان که نشده. این رسالت علما و دانشمندان و رسانه هاست که این باور را به مردم ایجاد بکنه. بله. خب جناب افضل صاحب، در پایان بگید که اگر بگیم شکایت هم هست، درست، وقتی که یک کشور اسلامی دچار مشکل هست، اگر ما مشکلات اون مسلمان ها را مورد بحث قرار میتیم یا حداقل یک مسلمان دیگر تشویق میکنیم به خاطر کمک به اون، و در این حال این مسلمان یا یک کشور اسلامی خودش درگیری مشکلات هست، اگر یک بررسی دقیق یا محاسبه دقیق داشته باشیم، بیشتر از کشورهای اسلامی یا در کل جهان اسلام حالا در برابر یک مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم میکنه و گرفتار اختلافات و مشکلات داخل خودشان است، با توجه به اینکه همین امت، امت واحده معرفی شده در قرآن کریم، همین امت، امت وسط و همین امت بهترین امت، ویژگی های متعددی که یکی پس از دیگری در قرآن کریم بر این امت آمده برش داده شده، با همه این داشته ها باز هم درگیری مشکلات. به نظر شما این مشکلاتی که در کشورهای اسلامی هست ناشی از چی چیز هست؟ ببینیم بازم ما با چی بیان بگیم اینا، بازم تکرار میکنم، یک بخش این هست که یا عمده مشکل ما در جامعه اسلامی، ما یه عبارتی رو داریم، نمیدونم این متن حدیث هست یا این یک عبارت حکیمانه هست، الناس و علا دینی ملوکی. بله. ما مشکل ما این هست، جوامع اسلامی مشکل نداره، امت مشکل نداره، ملت مسلمان مشکل نداره. مشکل ما به ملوک ماست، مشکل ما به سران کشورهای اسلامی است، مشکل ما به رؤسای کشورهای اسلامی است. رؤسای کشورهای اسلامی 90% همگام با ملتش نمیاندیشن، مثل ملتش نمیاندیشن. اینا اکثرشان توسط قدرت‌های خارجی گذاشته شده، اجیر اونها هستند و نوکران اونها هستند، برای اونها تمکین میدن امکانات خودشان را، دارایی های خودشان. شما بعضی کشورهای اسلامی رو ببینین، مثلا بخش زیادی امور ذخایرشان را میبرن و سرزمینشان را در اختیار نیروهای نظامی اونها قرار دادن. خود جریانی که در کشور بزرگ و اسلامی مصر اتفاق افتاد، مگر مرسی چی کم داشت؟ مرسی چی جنایت کرده بود؟ مرسی چی خیانت ملی رو در مصر مرتکب شده بود؟ با آرای اکثریت مردم و اونم به شکل شفاف و دموکراتیک
مردم سرش اعتماد کرد و ایشان را با عنوان رئیس جمهور خود برگزینید. یکی دو سفر وزیر خارجه فلان کشور آمد، اوضاع را به هم ریخت و امروزه به این شکل، به این شکل ما گرفتار سرانی هستیم که محکمه ایشان چشمشان را بسته کرده 600 تایی محکوم به اعدام میکنه. این اساس مشکلی ماست. بله. خب جناب افضل صاحب، باز هم برمیگردیم به همون دستور پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمودن صنفان من امتی اذا صلح صلح الناس و اذا فسد فسد الناس، العلماء والامراء یا الامراء والعلماء. به هر حال شما قبلا از کمک های کشور ایتالیا یا از وعده کمک ها برای آسیب دیدگان بدخشان یاد کردین، به هر حال به عنوان یک انسان تقدیر میکنیم از بعد که کمک هایشان، اما جای تاسف این است که سال قبل یا دو سال قبل مشکلاتی که در میانمار بالای مسلمانان رخ داد و انسان به جرم مسلمان بودن به فجی ترین اعمال که همانا سوزاندن انسان هست، با طفل و با خانمش انسان هایی بودن که در داخل خانه هایشان سوختانده شد توسط ارتش بوداییان، ولی رسانه ها به همگان نشان دادن و به گوش همگان رساندن، اما بغیر از چند تا کشور مسلمان که اسلامی که اونم خودشان مشکلات هم داشتن، دیگر ما شاهد نبودیم که کسی به عنوان انسان چی از ایتالیا باشه و چی از آمریکا و چی از کشورهای دیگر آماده کمک به اونها باشد. یا همین قسم حدود تقریبا دو سال است که در مصر انسان ها به جرم مسلمان بودن شهید میشن، حتی روزی 250 یا 280 نفر شهید شد و همینطور شما گفتین که چند روز پیش 500 یا حدود 600 نفر محکوم به اعدام شدن یا حکم بر بالایشان صادر شد، اما هیچ کسی حالا نمی از صدای خودم بلند نمی کنه یا وعده کمک به اینا هم نمی کنه. به نظر شما این وعده کمک ها تا چقدر میتونه صادقانه باشه در قبال انسان ها یا بشر؟ ما پیشتر گفتیم انسان ها در قبال همدیگر چیه؟ مسئول هست، مسئولیت دارن. بله. لذا مایی که در افغانستان هستیم با او برادری ما که در آفریقا هست یا با او انسانی که در اروپا هست یا در نمیدونم استرالیا هست، در قبال همه مسئولیت داریم. خب این یک بحث هست. بحث دیگری که ما پیشتر مطرح کردیم، گفتیم فلان کشور گفتن ما 2 میلیون دلار میدیم در بخش مشکل بدخشان، اینو ما به این اعتبار مطرح کردیم که یعنی ما خود ما باید پیشگام تر از اونا میشدیم، اما در رابطه با مسئله میانمار خود ما حرکت میکردیم، ما پیشگام میشدیم. بله. اما مسئله میانمار، مسئله مصر، مسئله سوریه و همسال اینها و کمک به اولسوالی آرگو، کمک به سیلزده های نمیدونم فاریاب، همه اینها از توسط سران کشورهای دنیا اینا سیاسی است. بله. یه مسئله معروفی رو در فارسی هست که میگه هیچ گربه رضای خدا موش نمیگیرن. اینا رضای خدا موش نمیگیرن. اینا سیاسی عمل میکنن. در مصر مسلمان ها هرچی قربانی میشن میگه بگذار قربانی شوه، ولی یک نظام مبتنی و استوار بر مبانی فکری و دینی و اسلامی نباید اونجا شکل بگیره. اساسی گپ اینه. یعنی در کل کشتار مسلمان ها در مصر چیزی از قبل طرح ریزی شده و برنامه ریزی شده است. من عرض کردم با بله. سفر دو سه تا مقام خارجی اینه برنامه اتفاق افتاد، مرسی دستگیر میشه، زندان انداخته میشه و بعدم دوباره اردو و ارتش حاکم میشه. بسیار خوب. خب جناب استاد، به عنوان پرسش اخیر که فرصت گفتگوی ما تقریبا به پایان رسیده، کوتاه اگر اشاره بکنین پیامتان به برادران مسلمان خود ما در داخل کشور، در داخل افغانستان، به آسیب دیدگان بدخشان، به آسیب دیدگان ولایات شمال مخصوصا جوزجان و سرپل و سمنگان و بدخشان که جدیداً آسیب دیدن چیست؟ من در ضمن صحبت‌های خودم عرض کردم، الانم میگم دو حرف داریم به عنوان یک برادر کوچیکی از ملت رشید و ملت مسلمان خود ما. یک، بیاییم یک بار دیگر با تمامی توان به دین ما، به اسلام ما بیندشیم و رو بیاریم به این دین، و این دین مایه حیات و نجات ماست. یک، دو، او تعاون و مواسات و ایثار و فداکاری که در دین ما مطرح بوده، بیاییم اونمو را
یک بار دیگر با اراده قوی و دستگیری قوی و استوار از برادران آسیب دیده ما تمثیل بکنیم. ما از مردم این را میخواهیم، ما میخواهیم بیاییم یک بار دیگر ملت ما کاری بکند با کمک هایشان، با بلند کردن صدایشان نسبت به آسیب دیدگان، که او داغ از عزیزانی از دست دادهشان را فراموش بکند و یک مرهمی بر دل اونها بگذاریم، مخصوصا کسانی که توانمندی دارند. من خیلی خیلی خوب بود یک قطعه عسکری که نمیدونم چند هزار نفر بود در شمال، اینا اعلام کردن یک روز معاششان را اختصاص دادن برای اینها. این کل کارمندای دولت این کار رو بکنه، سرمایه‌دارای ما، تاجران ما این کار رو بکنه، آهاد مردم ما صندوق بگذارن واقعا این کار رو بکنه. دیگر به هر حال ما دولتی نداریم که یک پیش بینی برای این برنامه داشته باشد، اما مردم باید در این صحنه بیاید خود داشته باشند که و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ما تعاونی بر عدوان و اسم زیاد داریم، این را ترک بکنیم ولی اون قسمت اول آیه را بیاییم عملی بر بکنیم. بر و تقوا و یکی از بارزترین مصادیق بر و تقوا در شرایط فعلی اولوسوالی آرگو و فاریاب و جوزجان و مناطق سلزله است. بسیار تشکر جناب افسر صاحب از حضور شما در این برنامه. تشکر از شما، موفق باشید. سلام باشید. بیننده های عزیز، گفتگوی ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از هر یک از شما که تا ایدم ما را همراهی کردین. بقیه بخش های برنامه امت لحظات بعد تقدیم شما می شود. همچنان همراهی من کنید. کارنامه ها و فعالیت های ابن قیم جوزی قسمت دوم. شاگردان ابن قیم. مجلس ابن قیم مملو از شاگردانی بود که هر کدام با شوق وافیر به نیت خدمت به علم در مقابل استادی که مناره از علم بود زانوی تلمذ زده بودند و هر کدام به مانند گلی در بوستان علم و دانش محسوب می شدند. از جمله شاگردان وی می توان از ابن کثیر نام برد که علامه ابن حجر عسقلانی در مورد وی چنین می گوید: ابن کثیر به تحقیق در مورد میتون و رجال حدیث پرداخت. وی دارای حافظه بسیار قوی و چهره بشاش و خوشرو بود. مصنفات وی در زمان حیاتش دست به دست میگشت و بعد از وی مردم از کتابهایش بهرمند شدند. وی در سن 74 سالگی بیناییش را از دست داد و در همان سال وفات نمود. دوم، فرزندش عالم نحوی و فقیه بزرگ برهان الدین ابراهیم ابن شمس الدین ابن قیم الجوزیه که در سال 716 هجری قمری متولد شد و در سال 767 هجری قمری وفات نمود. سوم، فرزند شرف الدین و جمال الدین عبدالله ابن شمس الدین محمد ابن قیم الجوزیه که در سال 723 هجری قمری متولد شد و در سال 756 هجری قمری وفات یافت. وی دارای ذکاوت و هوش و حافظه بسیار عجیبی بود. سوره اعراف را در دو روز حفظ نمود و ختم قرآن در نماز را از سن 9 سالگی شروع کرد و همچنین وی منصب تدریس در مدرسه صدریه را بر عهده داشت. فنانی که در مورد زندگانی ایشان دست به قلم شدند در توصیف علم و صلاح و ذکاوت وی و غیرتش در مقابل صفات خداوند جل جلاله از جملات بسیار زیبا و شیوا استفاده می کنند. چهارم، ابن رجبی حنبلی. عبدالرحمن زین الدین ابوالفرج ابن احمد ملقب به ابن رجب حنبلی متوفای سال 795 هجری قمری که از معروفترین شاگردان علامه ابن قیم جوزیه محسوب می شود و دارای تلفات بسیار ارزشمندی می باشد. پنجم، ابن عبدالهادی محمد شمس الدین ابو عبدالله ابن احمد ابن عبدالهادی ابن قدامه مقدسی حنبلی حافظ و منتقد مشهور که ابن رجب می گوید. ایشان دارای بیش از 70 تصنیف است که بعضی از آنها از 100 جلد نیز تجاوز می کنند. علامه ابن قیم رحمه الله دارای شاگردان دیگری نیز بود که از جمله آنها می توان علامه ذهبی نویسنده کتاب های معجم المختص، الکبائر و تاریخ الاسلام را نام برد. کارها و فعالیت های علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله. فعالیت های ایشان را می توانیم به 4 دسته تقسیم کنیم. اول، امامت در مدرسه جوزیه. دوم، تدریس در مدرسه صدریه و جاهای دیگر. سوم، متصدی شدن امور استفتا. چهارم، تألیف که ما در مورد هر کدام به جهت مختصر توضیحاتی را خواهیم داد.
اول امامت در مدرسه جوزیه. شاگردش ابن کثیر در مورد وی میگوید او امام مدرسه جوزیه و فرزند قیم آن بود. دوم تدریس. تدریس نمودن ابن قیم بیانگر وسط علم و بلوغ فکری وی میباشد که بسیاری از بزرگان علما، حفاظ و مشاهیر اسلام مانند حافظ ابن رجب حنبلی و محدث چیردست، ذهبی و علامه مفسر و فقیه و محدث حافظ ابن کثیر از وی کسب فیض نمودند. سوم متصدی شدن امور سفتا. گرچه علامه ابن قیم در عصری میزیست که علوم و معارف اسلامی متجلی شده بود، اما وی از اختلافات مذهبی شعله‌ور شدن آتش عصبیت و مذهب گرایی اندوهگین بود و رنج می برد. وی خود را از این قیود رهانیده بود و به هنگام پیوستن به شیخ الاسلام ابن تیمیه آزاد اندیشی را از وی یاد گرفت. ابن قیم مجتهدی بود که در راه حق و برای ریشکن ساختن باطل فتوا می داد و تمامی فتاوایش برای نشر و تایید سنت و برخورد با مردم به وسیله مذهب صحیح الروایه و مورد تأیید شریعت اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت و پیروی از سلف صالح بود. ابن قیم بدور از هر انگیزه دنیوی و یا رسیدن به جا و مقام، بلکه فقط و فقط برای رضای خداوند جل جلاله فتوا می داد و جانش را در این راه وقف نموده بود. بارها و بارها با وسیله فتاوایش روانه زندان شده بود. چهارم تألیف. ابن قیم رحمه الله دارای تألیفات فراوان است که تعداد آنها از 60 تألیف تجاوز می کند که ما در مورد معروفترین آنها توضیحاتی را خواهیم داد و بعضی را فقط نام خواهیم برد. اول، زاد المعاد فی هدا خیر العباد. زاد المعاد فی هدا خیر العباد کتابی است که علامه ابن قیم رحمه الله آن را در مورد سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اخلاق و ارشادهای وی نوشته است. او در ابتدای این کتاب موضوع بعثت محمدی صلی الله علیه و سلم را به مراتب و انواع وحی را به گونه‌ای ذکر می کند که در بقیه کتب سیرت مشاهده نمی شود. اهمیت این کتاب تا جای است که علامه ابوالحسن ندوی رحمه الله آن را بعد از کتاب احیای علوم الدین غزالی بزرگترین کتابی می داند که بین کتاب و سنت الفت بخشیده و در بسیاری موارد حتی از احیای علوم الدین غزالی نیز پیشی گرفته است. دوم، مدارج السالکین. این کتاب شرحی است بر کتاب منازل السائرین نوشته شیخ الاسلام عبدالله انصاری هیروی، یعنی معروف به خواجه عبدالله انصاری، و انصافا کتاب مدارج السالکین بهترین کتابی است که ابن قیم رحمه الله در تهذیب نفوس و اخلاق و آراسته شدن به اخلاق صادقین برشته تحریر درآورده است. سوم، اعلام الموقعین عن رب العالمین. کلمه توقیع در لغت به معنای امضا کردن می باشد و موقع رب العالمین کسی است که حکم خداوندی را امضا و صادر می نماید که منظور مفتیان و فقها می باشند. علامه ابن قیم رحمه الله این کتاب را در مورد آداب فتوا و مفتی با شروط آن بر شی تحریر درآورده تا مفتیان را به مقام و منزلت خطیری که در آن واقع شده اند آگاه سازد، لذا آنان را امضا کننده حکم خداوندی می خواند. چهارم، الطرق الحکمیه فی سیاست شرعیه. علامه ابن قیم با نوشتن این کتاب و با ذکر کردن آرا و نظریات گذشتگان بیان می کند که گذشتگان بر جواز حکم کردن قاضی به وسیله تیزهوشیش اتفاق داشته، اما در مورد مقدماتی که آنها را به این مقصود می رساند با هم اختلاف داشتند. علامه ابن قیم در این کتاب به بیان انواع تیزهوشی و مثالهای از تیزهوشی گذشتگان و مقدماتی که شخص قاضی از طریق آن می تواند متهم را شناسایی کند می پردازد و همچنین مقدمات تیزهوشی را بیان می کند. از کتب علامه ابن قیم علاوه بر کتاب هایی که ذکر شد می توان با تحفه المودود فی احکام المولود، احکام اهل الذمه، الفروسیه، تهذیب سنن ابی داود و غیره که تعداد آنها از 60 کتاب تجاوز می کند اشاره کرد. ویژگی های تألیفات ابن قیم و مناهج وی در مؤلفاتش. تألیفات ابن قیم از جهت حسن ترتیب و زیبایی تألیف حتی از مؤلفات استادش ابن تیمیه نیز پیشی گرفته و از جانب دیگر به دلیل دارا بودن اسلوب زیبا و عبارات شیرین و دلنشین و تأثیرگذار از مؤلفات دیگر مؤلفین نیز متمیز شدند و شاید این از جانب خود ابن قیم باشد که به جمال بیش از جلال آراسته شده بود. علامه ابن قیم رحمه الله در تألیف کتابهایش از مناهج فراوان استفاده نموده که ما تنها به ذکر چهار منهج بسنده خواهیم کرد.
اول اعتماد بر استدلال های از قرآن و سنت، دوم تقدیم اقوال صحابه، سوم شمولیت و چهارم آزاد اندیشی در ترجیح و اختیار اقوال. گرچه علامه ابن قیم رحمه الله حنبلی مذهب بود، اما خود را مقید به مذهب حنابله نمیدید، بلکه هدفش پیروی از دلیل صحیحی از قرآن و سنت بود، گرچه برخلاف قول و نظر مذهبش می باشد. زیرا حق از دیدگاه علامه ابن قیم رحمه الله تنها در یکی از اقوال موجود است، نه در همه، و به همین علت مفتیان را از خطر تقلید و تلاش برای به کرسی نشاندن رأی مذهبی خود برحذر می دارد. و هرگاه از وی در مورد مسئله سوال می شد، عقیده و نظر خودش پیرامون آن مسئله را بیان می کرد، گرچه خلاف قول مذهب باشد. و آن دست از مفتیانی را که بر رأی مذهبشان اصرار می کنند، در حالی که می دانند حق در غیر از آن نهفته شده است، خائن به خدا و رسولش و شخص سوال کننده می داند. وفات علامه ابن قیم رحمه الله. علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله در پنجشنبه شب 13 رجب سال 751 هجری قمری، در حالی که 60 سال داشت، رخت از جهان بربست و به سرای جاوید شتافت، اما نام خود را برای ابد در جهان جاوید ساخت و تا روزی که مسلمان زنده است، نام ابن قیم همواره در کنار استادش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و سایر علما جلوه می کند. فردای آن روز بعد از نماز ظهر، مسجد جامع اموی دمشق مملو از مشتاقانی بود که آمده بودند بر کسی نماز بگذارند که سالهای عمرش را در راه خدمت به خلق خدا گذرانیده بود. بعد از مسجد اموی، در مسجد جراح بر وی نماز گذارده شد. شاگردش ابن کثیر می گوید در تشییع جنازه وی، جمعیت انبوهی از جمله قضات و بزرگان و صالحین و عام و خاص شرکت کرده بودند و مردم به سبب شدت ازدحام جسد مبارکش را با مشکلات فراوانی حمل می کردند. وی در دمشق در قبرستان باب الصغیر در کنار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. قبرش تا امروز معروف است. انا لله و انا الیه راجعون. و این هم رویدادهای مهم هفتگی جهان اسلام است که تقدیم شما می شود. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصلاح به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، همچنین دادگاه ولایت المنیای مصر برای 682 نفر از طرفداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرده است. دادگاه کیفری شهر المنیا همچنین برای 16 تن از طرفداران اخوان المسلمین حکم زندان صادر کرد. این 16 نفر به اتهام حمله به مراکز پلیس و حضور در تجمع غیرقانونی به 5 تا 45 سال زندان محکوم شدند. دادگاه المنیا همچنین برای 21 نفر هم حکم 5 تا 30 سال زندان صادر کرد. صدور حکم 15 سال زندان برای 22 نفر از طرفداران اخوان المسلمین از جمله دیگر احکام صادر شده در دادگاه المنیا بود. قاضی اعدام سعید صبری این احکام زندان را برای 59 نفر از طرفداران اخوان المسلمین صادر کرد. خبر دیگر این که دادگاهی در مصر حکم 492 تن از 529 فعال طرفدار هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری رو بوده شده این کشور را که ماه مارس به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد کاهش داد. این در حالی است که تظاهرات در المنیا علیه دولت کودتا و سیستم قضایی مصر به جهت صدور احکام ناعادلانه همچنان ادامه دارد. مرد در راه خدا از بزرگترین آرزوهای ماست. دکتر محمد بدی رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر طی اظهارات در جلسه محاکمه سه‌شنبه گذشته در واکنش به صدور حکم اعدام علیه وی تاکید کرد که این حکم به منزله آخرین میخ بر تابوت مسئولان کودتای نظامی حاکم بود. دکتر محمد بدی در آغاز جلسه دادگاه که برای رسیدگی به اتهامات وی و چند تن از رهبران اخوان المسلمین در قضیه مربوط به مسدود کردن جاده زراعی قلیوب در حال برگزاری بود، تاکید کرد که آماده از جانش را در راه خداوند و برای رسیدن به رضای او فدا کند. وای به ملت مصر به دلیل پشتکاری در مقابله با کودتای ظالمانه جهت تحقق پیروزی در کشور درود فرستاد.
دکتر محمد بدی اظهار داشت که حکم صادر علیه وی به منظره آخرین میخ بر تابوت مسئولان کودتای حاکم بود و وی آمده است تا در راه خداوند و بر منهج محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خداوند جل جلاله جانش را فدا کند. دکتر محمد بدی و رهبران اخوان المسلمین همچنین در داخل قفس اتهام انگشتان خود را به نشانه رابعه بالا برده و فریاد می‌زدند که انقلاب ادامه دارد. آنها همچنین این سرود جماعت اخوان المسلمین سر دادند که خداوند هدف ما، پیامبر الگوی ما، قرآن قانون ما و مرگ در راه خدا بالاترین آرزوی ماست. دادگاه جنای المنیا جنوب قاهره احکام اعدام بدی و 682 تن از اعضا و طرفداران اخوان المسلمین را به مفتی این کشور ارجاع داده است. دکتر محمد بدی رهبر اخوان المسلمین در قاهره گفت: به خداوند سوگند اگر هزار بار مرا اعدام کنند از حق دست بر نخواهم داشت. وقتی می گفتیم برای من مرگ در راه خدا بهترین آرزو است شوخی نمی کردیم. شیخ حسام تلمیه یک تن از اعضای جنبش علمای ضد کودتا در مصر گفت است که حزب سلفی النور در قتل و کشتار و ریزاندن خون هزاران انسان بیگناه در مصر بعد از کودتای نظامی شریک جرم است. وی تصریح کرده است که رهبران حزب سلفی النور معاونان اصلی کودتاچیان بودند و در زمینه ریزاندن خونها با آنها کمک ها کردند. این عالم دین با استناد به این حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید کسی که در قتل مسلمان دیگری را ولو به یک کلمه کمک کند در روز قیامت چنان حشر خواهد شد که در پیشانی اش نوشته خواهد شد که این از رحمت الله محروم است. حزب سلفی النور را شریک اصلی جرم در قتل انسانهای بیگناه در این کشور تلقی کرد و ای تأکید کرده است که در اصل بنیانگذاری این حزب سلفی به خاطر ضربه زدن و ناکام کردن احزاب اسلامی صورت گرفته است. شهرک نشینان صهیونیست در ادامه تجاوزات گستاخانه خود به مقدسات مسلمانان، مسجد شهر ام الفهم در اراضی اشغالی سال 48 را به آتش کشیدند. گزارشگر کانال دهم رژیم صهیونیستی در این باره گفت دوربین های مدار بسته بار دیگر فعالیت های ضد فلسطینی اسرائیلی ها را به تصویر کشید. تصاویری که در ساعات اولیه بامداد از دوربین مدار بسته در ام الفهم گرفته شده است، دو نفر که چهره خود را پوشانیدند نشان می دهد که بی سر و صدا وارد روستا شده و شعارهای نجات پرستانه بر دیوار مسجد این شهر می نویسند. این دوربین ها همچنین نشان می دهد که شهرک نشینان صهیونیست ماده قابل اشتعالی را به داخل مسجد پرتاب کرده و در ورودی مسجد را آتش زده و سپس پا به فرار می گذارند. گزارشگر کانال دهم رژیم صهیونیستی این اقدامات نجات پرستانه شهرک نشینان صهیونیست را به گروه های افراطی نسبت داد و مدعی شد حادثه اخیر حلقه از سلسله اقدامات گروه های افراطی در ماه های اخیر است. یاسر برهامی واعظ سلفی مصری فتوا داده است که مردان در صورت به خطر افتادن جانشان می توانند نظارگر تجاوز به همسرانشان یعنی از سوی دشمن باشند. این فتوا واکنش های را در پی داشته است. این فتوا که از سوی یاسر برهامی رهبر معنوی حزب سلفی النور صادر گردیده در سایت anasalafi.com درج شده است. وی گفت در صورت تجاوز به یک زن اگر جان همسرش در خطر باشد از نظر دین عدم مقاومت مرد جایز است. مردان می توانند زنانشان را که از سوی افراد دیگر روبوده شدند به قتل برسانند. مردی که به همسرش تجاوز شده است مانند کسی است که از اوزورگیری شده باشد، لذا این فرد مجبور به برگرداندن همسرش و یا تسلیم نمودن فرد خاطی نیست. محمد علی از مسئولان وزارت دینی مصر در واکنش به این فتوای برهامی گفته است که این ادعای برهامی در شریعت اسلامی و یا قوانین حقوقی عمومی جای ندارد و افزود هر مسلمان علارغم تهدید به مرگ و زندان باید از شرف و ناموس خود دفاع کند. دانشگاه الازهر از بزرگترین مراکز اسلامی نیز این فتوای برهامی را مورد انتقاد قرار داد. شیخ علی ابوالحسن رئیس قبلی کمیته فتوای دانشگاه الازهر گفت حفاظت از شأن و منزلت زنان در اسلام از واجباتی است که بر عهده شوهرانشان گذاشته شده است. برهامی در فتوای دیگر گفته بود که اگر زنی از طرف مرد دیگر به اسارت برده شود
کشتن آن زن از نظر دینی جایز است. شورای پژوهش اسلامی مصر نیز این فتوا را رد کرده است. در نتیجه فتواهای بحث برانگیز برهامی، صدور فتوا در مساجد مصر ممنوع اعلام شده است. قابل ذکر است که شیخ یاسر برنامه صاحب این فتوا از حامیان سرسخت رژیم کودتای نظامی در مصر و از هواداران عبدالفتاح السیسی رهبر کودتای نظامی در این کشور است. بیننده های عزیز، داشته های برنامه امت در همینجا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی هر یک شما تا این لحظه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. تهیه شده در تلویزیون نور.